می‌کنید. در این قسمت درباره کلاژن صحبت می‌کنیم. کلاژن فراوان‌ترین پروتئین در بدن هست. این پروتئین یکی از مهم‌ترین عناصر سازنده استخوان‌ها، پوست، عضلات، تاندون‌ها و ربات‌ها هست. در پوست جوان چارچوب کلاژن سالم هست و پوست مرطوب و انعطاف‌پذیر باقی می‌مونه. با گذشت زمان ساختار این پروتئین ضعیف میشه و پوست قابلیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با از بین رفتن نقش حفاظتی اون، پوست شروع به از دست دادن قوام خود می‌کنه. هر بار که لبخند میزنیم، اخ میکنیم یا چشمامون رو میبندیم، به کلاژن موجود در پوست استرس وارد میشه. حالتهای چهره بر پوست تأثیر میذاره و چروکهای پوستی شروع به ظاهر شدن میکنه. بنابراین هرچه سطح این ماده موجود در پوست بیشتر باشه، پوست دیرتر چروک میشه و چهره زیباتری خواهید داشت. یادتون باشه که رادیکال های آزاد دشمن پوست ما هستند و به این ماده آسیب می رسونند. همچنین عوامل محیطی مانند اشعه ماورا بنفش یا آلودگی هوا، عادات نامناسب در زندگی مانند استعمال دخانیات و رژیم غذایی نامناسب می تونن به کلاژن پوست آسیب بزنند. به عنوان مثال، مصرف غذاهای دارای قند بالا همگی باعث تشکیل رادیکال‌های آزاد میشن که تجزیه اون رو سرعت میبخشند. همچنین برخی از اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس هم میتونن به پوست آسیب برسونند. در نظر داشته باشین که پیروی از یک رژیم غذایی متنوع و حاوی غذاهای کامل مثل میوه‌ها، سبزیجات، غلات سبوسدار، لوبیا، گوشت بدون چربی، غذاهای دریایی و مغزها برای به حداکثر رساندن تولید کلاژن در پوست اهمیت زیادی دارند. کلاژن در بافت‌های پیوندی حیوانات یافت میشه، بنابراین غذاهایی مانند پوست مرغ، گوشت گاو و ماهی از منابع اصلی هستند که به تولید کلاژن کمک می‌کنند. برخی از مطالعات مقدماتی نشون میدن که ممکنه مکمل‌های کلاژن کیفیت پوست و عملکرد عضلات رو بهبود ببخشند. آنزیم‌های گوارشی کلاژن موجود در غذا رو به اسیدهای آمینه و پپتیدهای جداگانه تجزیه می‌کنه. 6 مزیت مصرف این ماده عبارتند از: بهبود سلامت پوست، تسکین دردهای مفصلی، جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان‌ها، افزایش توده عضلانی و بهبود سلامت قلب. یادتون باشه که کرم‌های کلاژن فقط روی سطح پوست عمل می‌کنن، چرا که مولکول‌های کلاژن خیلی بزرگ هستن و نمی‌تونن از طریق پوست جذب بشن. در نتیجه مرطوب کننده های حاوی کلاژن نمیتونن به عمق پوست نفوذ کنن. کرم ها در درجه اول سرعت از دست دادن آب از سطح پوست رو کند میکنند و به لطافت پوست کمک میکنند. اما ماساژ منظم پوست ممکنه مزایای کرم های ضد پیری رو افزایش بده. تزریق کلاژن نوعی عمل زیبایی هست که با تزریق ماده ساخته شده از کلاژن گاو در زیر پوست انجام میشه. تزریق اون باعث میشه پوست ظاهر جوانتر، نرم و لطیفی داشته باشه و ظاهر زخم بهبود پیدا کنه. همچنین پرکننده های لب حاوی کلاژن به لب ها حجم بیشتری میدن. تزریق کلاژن باعث کاهش چین و چروک در مناطق خاصی از صورت مانند بینی، اطراف چشم، اطراف دهان و پیشانی هم میشه. درست مانند کلاژن های طبیعی، بعد از این تزریق کلاژن های مصنوعی هم شروع به از دست دادن فرم می کنند و در نهایت از بین می رند. 2 تا 4 بار در سال تزریق رو تکرار کنید تا اثرات تقویت کننده اون حفظ بشه.